دبستانی من راه منی چوب الف بر تنه ما حالا واسه من دیگه یار دبستانی میخونی؟ یک بلای سرت بیارم آقای شربین خان، یه کاری کنم مهد کودکت هم دیگه یادت بره. سب کن قلبه برای کار خدا آماده نیست شروین جان. چرا؟ واسه اینکه توش کینه است. کینه؟ از کی؟ کسایی که قبلا باشون کار میکردی؟ هیچ تصویر خودتو توی آب دیدی؟ تقصیر تو نبود، تقصیر اوناست. یادت نیست؟ تو کارت درست انجام میدادی، اون نورو برش کن. ها. آره تقصیر من نبود، من کارمو درست انجام میدادم، تقصیر اونا بود. کجا رفتی؟ پس معنی آیه چیه که میگه اگر کسانی رو فقط محبت کنید که شما رو محبت میکنن، چه برتری بر دیگران دارید؟ چون گناهکاران هم چنین میکنن. بارا بابا احتیاجی به این صحبت ها نیست، تو اونا رو بخشیدی، این همه ازشون معذرت خواهی کردی، اونا یه بارم از تو معذرت خواهی نکردن. راست میگه، من اونا رو بخشیدم، این اونا بودن که. خیلی مغروری شروین، خیلی مغروری. اونا چی؟ اونا هم تو رو بخشیدن؟ این دیگه مشکل اوناست، نه مشکل تو. تازه یادت بیار چه اتفاقی افتاده بود؟ هیچ وقت به خاطر غرورت به اونا اعتراف کردی؟ تقصیر اوناست. حالا دیدی توی قلبت هنوز کینه است؟ چون کسی که بخشیده دیگه اشتباهات کسی رو یادش نمیاد. تقصیر اوناست. خودتو بشور. رویای خیلی عجیبی بود، خیلی روم تأثیر گذاشت.
این رویای عجیب باعث شد یه کمی به خودم بیام. آره، تصویر من توی آب تاریکی بود، نه نور. ببخشید تا بخشیده شوید. حتی دشمنان خود را دوست بدارید. من توی زندگیم قلب خیلی از آدم‌ها رو شکستم و بهشون بی احترامی کردم، ولی فقط اشتباه اونا رو میدیدم. چقدر خودخواه و مغرور. آره، مسیحیت یعنی همین، که من از خودم شروع کنم. مسیح یه کار تازه‌ای رو در درون من شروع کرد. شروع کردم به تماس گرفتن با همه آدمایی که فکر می‌کردم ازم ناراحتن و از همه‌شون معذرت‌خواهی کردم. آره، همیشه معذرت‌خواهی و اعتراف کردن به اشتباه کار سختیه. ولی وقتی دیگرانو می‌بخشی و به اشتباه خودت اعتراف می‌کنی، همه چیز توی وجودت عوض میشه. به بعضیا وقتی زنگ زدم چقدر خوشحال شدن. دوستای خیلی قدیمی و خوبامو دوباره پیدا کردم. با هم کلی گفتیم و خندیدیم. بعضیا اصلا نخواستن جوابمو بدن. بعضیام تا بهشون اعتراف کردم میگفتن دیدی تقصیر این بود. دیدی ما درست میگفتیم. ولی باور کنید که مشکل با اونا هم بود. واقعیتشو بخوام بگم، به اینجور آدم ها که اول زنگ زدم بعدش پشیمون شدم. ولی یک اتفاق خیلی جالب افتاد. مسیح توی انجیل نگفته که محبت ببینید. مسیح گفته محبت بکنید. و هرگز نگفته بخشیده بشوید. گفته ببخشید. میدونم که این خیلی سخته وقتی آدم فکر میکنه حق با خودشه، بر از دیگران معذرت خواهی بکنه. ولی باور کنید اگه این کار رو بکنید پشیمون نمیشید. یک اتفاق خیلی عجیب و جالب افتاد. تمام درونم عوض شد. زندگیم پر از برکت شد. تازه احساس میکردم که چقدر به خدا نزدیکتر و دوستتر شدم. آفرین شروین، کار خوبی کردی. ببین، مهمتر از همه اینه که تو خود اعتراف کردی که تو هم مقصری. نه، دست درد نکنه. خواهش میکنم. ببین، من به این فکر میکنم که ما وقتی که به یه کسی انگشتمون نشونه میگیریم، در حقیقت سه تا انگشت دیگه داره خود ما رو نشون میده. نه؟ جاله. من فکر کنم بدونم خودت چرا یه همچین رویایی بهت داده. فکرشو بکن. مثلا تو آنفولانزا داری، خب؟ بعد میخوای بری با یه سری از آدما در مورد بهداشت و چه میدونم سلامتی و اینجور چیزا حرف بزنی. فکر میکنی وقتی که از پیششون بری اونا از تو چی گرفتن؟ آنفولانزا دیگه، نه؟ جالب نیست؟ خیلی. شیرین، خود دلش میخواد ما انجیل رو زندگی کنیم، نه موعظه. مسیحیت واقعی اینه. پسر من دیرم شد، ببرم دانشگاه. چاییتم نخوردی که؟ اشکال نداره، حالا وقتی بعدم باید برم، خیلی دیرم شده. چونت که گرم میشه دیگه، یه تک برو دیگه. آها، تو خیلی شانس آوردی من وقت ندارم، اگه همچین حالتو میگرفتم. خداحافظ، بعدا میبینم. آدم اگه یه لحظه غفلت کنه، تاریکی تمام وجودش رو میگیره. تازه دارم میفهمم که معنی مسیح و نور چیه. مسیح نمیخواد که من مذهب داشته باشم. اصلا مذهب معنی نمیده. مسیح میخواد به من یاد بده که ارتباط حقیقی با خدا و فرزند خدا بودن معنیش حفظ کردن آیه و ادعا به مسیحی بودن نیست. معنیش اینه که به اون چیزایی که یاد گرفتی عمل کنی. دلیل این همه جنگ و ظلم و بدبختی توی این دنیا همینه دیگه. آره، تاریکی، فلسفه های پوچ و توخالی، غرور و زیاده خواهی، عدم ارتباط به خدای واقعی و نور. چقدر جالبه، خیلی موقعها آدم ها به اسم خدا میبخشن، به اسم خدا کارهای مختلف میکنن. ولی واقعا به اسم خدا اگه آدم بخواد کاری رو بکنه، باید کامل انجامش بده تا بتونه خدا رو راضی بکنه. یاد اون داستان جالب افتادم. بهتر ببینیدش، بد نیست. یک روز در یک اداره پست، کارمندی که به نامه‌های بدون آدرس رسیدگی می‌کرد، متوجه یک نامه عجیبی شد که روی اون نوشته بود: نامه‌ای به خدا.
بچا یه چیز جالب پیدا کردم اینجا. یه نامه است. روش نوشته نامه به خدا. گیرندش خداست. جدی؟ باز کنیم چی نوشته توش؟ گوش کنیم بچا. خدای عزیز، من بیوه‌زنی هستم 83 ساله که زندگیم با حقوق بازنشستگی میگذره. دیروز یک نفر کیفم رو که 100 یورو در آن بود رو دزدید. این تمام پولی بود که تا پایان ماه باید خرج میکردم. یک شنبه هفته دیگه هم عیده. دو نفر از دوستام واسه شام دعوت کردم. آخه. اما بدون اون پول چیزی نمیتونم بخرم. هیچ کسم ندارم تا از اون پول قرض کنم. تو ای خدا، تنها امید من هستی، به من کمک. تفلی پیرزن بیچاره چه نامه‌ای نوشته به خدا. بچه‌ها من فکر خیلی خیلی خوب و باحال دارم. هرچی پول تو جیبمون داریم می‌ریزیم وسط، می‌فرستیم برای پیرزنه تو این شب عیدی با دوستاش صفای درستایی بکنه و هم برای ما هم ثواب خوبی داره. جون تو عجب فکریه. من که 25 تا میدم. منم که 30 تا دارم. بچه ها منم 35 تا میذارم. هیچ کاری هم بهتر از این نیستش که در راه خدا آدم ثواب کنه و قدم برداره. 5 تا دیگه هم دارم، امروز باشه جور میگذرونم. بیا آقا منم 10 یورو دارم. خدایی 6 تاشو میتونم بدم، 4 یوروش هم بعد نگه دارم پول برگشتم. من خواستم فقط یه کمکی کرده باشم دیگه. بیا آقا جان. خب جمعن شد 96 تا. خوبه دیگه، بفرستیم واسهش بره شب عیدی. چوالی بکنه پیرزنه وقتی بفهمه خدا جواب نامشو داده. تعطیلات عید به پایان رسید و کارمندها به سر کارشون برگشتن و اون کارمند متوجه نامه‌ای شد که روی اون نوشته شده بود. نامه‌ای به خدا. بچه‌ها اینجا رو بگی چی اینجاست؟ چی اومده؟ جواب نامه پیرزنه است. خدای عزیز، چطور میتونم از کاری که برام کردی تشکر کنم؟ با لطف تو تونستم شام عالی واسه دوستان مهیا کنم و روز خوبی رو با هم دیگه داشته باشیم. من به اونا گفتم که چه هدیه خوبی واسه هم فرستادی. البته 4 یورو اون کم بود که مطمئنم کارمندان اداره پست آن را برداشتن. سه دیروز
چشمامون کوره اگر نورا نبینه نازنین، عمرمون حروم میشه تلف میشیم روی زمین. چشمامون کوره اگر نورا نبینه نازنین، عمرمون حروم میشه تلف میشیم روی زمین. فردا و فردا که امروز هست همان تکرار دیروز، که امروز با کوله باری از غم و غصه دیروز. دیگه من شیرایم پلنگان میخورم، نه هرگز چشمامون کوره اگر نورا نبینه نازنین، عمرمون حروم میشه تلف میشیم روی زمین. چشمامون کوره